MRI برای شما یک معلومات مختصره تهیه کنم و تقدیمتان کنم. مفصل زانو عبارت از مفصلی است که اکثرا در ترجیحات پیش کسای جوان همچنان پیش اشخاص پیر نیز اینا این مفصل میتونه مشکل داشته خلق شوه. پیش جوان اکثرا منشأ ترومایی داره که علتش یا بازی فوتبال است یا افتادن است و یا آور استرچینگ است که مشکلات وقتی که به وجود آمد پیش از اینا اولین مشکلی که میاد به وجود بارد از درد است، درد مفصلی، بندگی مفصلی و کاهش در حرکت و همچنان میتانه دردا به شکل موضعی باشه. به خاطر دیدن بهتر سطح مفصلی و همچنان اجزای داخل مفصل بهترین معاینه‌ای که صورت میگیره MRI است. MRI در سیکونس های مختلف اجرا میشه که در ایجه ما سیکونس T1 داریم و همچنان سیکونس پروتون دنسیتی که عبارت از زیادترین یعنی به شکل انترنشنال وقتی که ضرورت دیدن مفصل شوه. حداقل دیدن مفصل توسط ای دو سیکونس صورت میگیره و مقاطعش میتونه مقاطع ساجیتال، مقاطع اکسیال و مقاطع کرونال باشه. به این خاطر ما یک شیوه دیدن دو طرف یا از به اصطلاح مفصل به خاطر از ای که بفهمیم ما باید ببینیم منیسکارا ببینیم، باید لیگامنت کروشیاتا باید ببینیم یا کراس لیگامنت میتونیم ببینیم، همچنان سطح مفصلی را باید در نظر داشته باشیم، مقدار آب داخل مفصل ببینیم، همچنان لیگامنت های طرفی یا کولاترال لیگامنت باید ببینیم. اینها همان ساهایی هستند که ما باید در یک معاینه که نزد مریض اجرا میشه باید این همش از نظر دکتر رادیولوژیست دیده شود و راپورت داده شود. میاییم سر این مریضه که ما اولا میبینیم که آیا نزد مریض ما اودایما هست یا مایع مفصلی به اندازه زیادتر موجود است از نارمال یا نی. مایع در PD یا در سیگنال که میتیم به حساب پروتون دنسیتی عبارت از سیگنال پروتون هم میگیریم. پروتون عبارت از در آب مقدار پروتون نسبت به شمع موجود است، به او خاطر شمع سیگنالش آف شده، فقط سیگنال آب موجود است. اینجا ای آب مقدار زیاد آب در صورتی که از سطح پتیلا زیادتر شود یا ما بسیار به خوبی ببینیم در یک ساحه داخل مفصل، ما میگیم که این مفصل اندازه مایع درش زیاد است یا این فیوژن داره. در این مفصل که میبینیم یک اندازه سیگنال سفید یا مفصلی پتیروفیمورال موجود است و این به طرف لترال همچنان ادامه داره. در حقیقت پیش مریض یک ایفوژن خفیف تا متوسط موجود است. میایم سر دیدن سطوح مفصلی که غضروف مفصلی را میبینیم، همچنان در تحت غضروف و پریوستیال را میبینیم که آیا کدام ضربه ای که واقع شده سبب به وجود آمدن اودایما در سطح مفصلی شده یا سبب تخریب سطح مفصلی شده یا نه. این را ما از سطح لترال شما ببینید در اینجا فیمور همراه تیبیا که وصل شده یک مفصل دیگه هم داریم که به نام تیبو فیبولار است که در طرف لترال قرار داره. از این خاطر ما میفهمیم که این قسمت لترال است و از این طرف ما سطح مفصلی تیبیا را میبینیم. پیش میریم به طرف قسمت میدیال سطح مفصلیش میبینیم و در اینجا سطح مفصلی تیبیا مشکل نیست، همچنان از لترال اگر پس دوباره شروع کنیم سطح مفصلی کاندیل فیمور میبینیم و پیش میریم به طرف متوسط یا خط متوسط که در اینجا ما پتیلا را میبینیم، همچنان سطح مفصلی خلف پتیلا را میتونیم ببینیم، سطح مفصلی قسمت لترال فیمور خود ما میبینیم. در اینجا اگر پیش مریض ما کدام مشکل در سطح مفصلی بود میتونه یک اندیشن به وجود بیاید، میتونه یک اودایما به وجود بیاید و این نشان دهنده مشکل در سطح مفصلی است. همچنان از مقاطع دیگه هم ما میتونیم در اینجا استفاده کنیم به خاطر بهتر دیدن و درک بهتر موقعیت مشکل ما. میاییم سر قسمت بعدی که عبارت از دیدن منیسک است. منیسک عبارت ساختمانهایی است که سبب شاک ابزربشن است یا گرفتن شاک است که فشار را در حقیقت تقسیم میکنه از قسمت استخوان ران بالای استخوان ساق. این را اگر ما ببینیم فرضاً از قسمت
از طرف از یک طرف شروع میکنیم که طرف لترال باشه یا بیرونی مفصل که در اینجا همی مفصل تیب و فیبولر خود را نظر میگیریم، میفهمیم قسمت لترال است و اینی سیگنالسی هایی که در اینجا موجود است و در قسمت پروتون دنسیتی هم میبینیم که سیگنالسی ها در اینجا موجود است، ایره ما در نظر میگیریم. بیا این تصویر پروتون دنسیتی را ما بزرگ کنیم تا بتانیم بهتر ایره تشریح کنیم. خب میبینیم در قسمت لترال ما پیش میریم و باید دو سلایس یا دو مقطع ما داشته باشیم تا بفهمیم که از جسم خود به اصطلاح منیس که ما مشکل دهش نیست. ما در اینجا باید سیگنال های بلنده یا در حقیقت سفید رنگ در چیز باید جستجو کنیم تا بفهمیم که آیا در اینجا لژن موجود است یا نه. میبینیم یک دو دو مقطع ما در اینجا داریم، مشکل در جسم در طرف لترال ما یا وحشی ما نیست، بعد از او میآید در قرنها، قرن قدامی و قرن خلفی ساختمان های مثلث مانند است. ایره هم میتونیم تا قسمت وسط مفصل ببینیم در اینجا کدام مشکل نیست. لگامنت انتریور انتر منیسکال لگامنت است که این ارتباط میده قسمت قدامی منیسک و قسمت قدامی منیسک طرف به قسمت میدیال و به تعقیب از او میدیال منیسک شروع میشه که اینجا قرن قدامی میدیال منیسک است و قرن خلفی. شما خوب سعی ببینید اینجا فرق در دنسیتی در رنگی از اینا موجود است که منیسک قدامی سیاه رنگ معلوم میشه و منیسک خلفی یک اندازه رنگش بالا شده و اصطلاح سفید رنگ است و خطوط زگنال بالا داشت دیده میشه و همچنان ساختمانی که در اینجا موجود است یک کمک وار کلوله شده هست. به این معنی که اینجا ما در این قسمت یک امکان لژن است و میریم پیش میبینیم به طرف دیگه هم به طرف میدیال میریم میبینیم که بله در اینجا منیسک که قسمت قرن خلفی از این است از نظر ساختمان باز هم فرق میکنه و دیده میشه که در سطح جایی که این وصل میشه با قسمت جسم در اینجا ما یک به اصطلاح قطع شدگی را ما میبینیم و این قطع شدگی در سطح بالایی زیادتر قرار دارد نسبت به پایانی. باید این را زیاد بسیار به خوبی و به جدیت ما این را از نظر بگذرانیم. ببینید اگر شما در نظر بگیرید در اینجا یک مشکل در قرن خلفی است و این اگر پیش بریم میبینیم که در قرن خلفی همو اندازه و در ما زیاد است و اگر آخرین قسمت وقتی که در منیسک میرسیم اگر شروع کنیم یک فقط یک سلاید ما منیسک ما بسته است و تقریبا از اون منیسک از بین میره که نشان دهنده از ایست که این منیسک خرد شده و کلوله شده به طرف عقب رفته که به نشان دهنده از ایست که مریض میتونه پیشش یک لاکینگ آف کنی یا بسته شدن کنی موجود باشه. اگر امی حالت ما در تی یک ببینیم اینجا به خوبی میبینیم به طرف میدیال به طرف لترال ما منیسک ما نرمال است و همون ساختمان به اصطلاح بومانند خود داره که هم به طرف پشت سر و پیش روی و هم به طرف پشت سر این ساختمان خود حفظ میکنه. در قسمت میدیال میبینیم ساختمان مکمل شکل خود از دست داده به اصطلاح زکنال خود از دست داده و هرچقدر داخل مفصل پیش میریم میبینیم که مشکل در ای مفصل در ای منیسک موجود است. ای بود بخش منیسک. حالا میاییم سر از ای که ساختمان داخلی مفصل که بارت از دو لگمنت بسیار بزرگ و قوی هست که بنامه کراس لگمنت یا کراشیت لگمنت است که یکیش قدامی است بنامه انتریور کراشیت لگمنت و یکیش هم خلفی است که بنامه پاستریور کراشیت لگمنت یاد میشه. پاستریور کراشیت لگمنت ساختمان بندل مانند و سیاه رنگ و قوی تره هست که در از خلف تیبیا به قسمت خلف فیمور وصل میشه و بسیار به خوبی و تیره میتونین ایره دیجه مشاهده کنین. میاییم سر انتریور. انتریور کروشیت لگمنت ساختمان همچنان فایبری هست که در قسمت خلفی فیمور وصل میشه و قسمت قدام تیبیا و در ساحه انترکاندیلر امیننسیا که عبارت از بین فاصله بین دو اپیکاندیل و دو کاندیل تیبیا هست که در این قسمتی وصل میشه. اگر شما ببینین اینجا میاییم ای به اندازه دقیق وقتی که قدام میایه این لیگامنت خاصیت داره که یک اندازه بزرگ میشه با اصطلاح فنمانند میشه
و ای نشان دهنده ثابت بودنش است. در بعضی حالات وقتی که قطع شود، اینمی تسلسل و ارتباط از زیر ما به بالا نمیتونیم پیدا کنیم، پس میگیم یا پارشل یا ای که اگر مکمل کلوله شده باشه در او صورت یا به اصطلاح تام ای قطع شده. در این زمان وقتی که پیش مریضایی قطع شوه، امکان به وجود آمدن سبلکسیشن یا لکسیشن یا گریختن مفصل پیشان امکان داره دیده شوه که سطح به اصطلاح اکسس خود کنی تغییر میکنه و وقتی که اکسس کنی تغییر کرد امکان عزیز که امی نشاندهنده برای ما برای سبلکسیشن است. میاییم به تعقیب از او ساحه هافه را میبینیم. هافه عبارت است یک بالشت از چربی یا شحم است که در قسمت پایان تر از پتیلا یا عینک زانو قرار داره و در قسمت خدام خود مفصل قرار داره. اگر اودای ما موجود باشد مفصل، امکان داره تا یک اندازه ما یک کم زگنال سفید در پی دی و زگنال سیاره در ما در چی ببینیم؟ در تی یک ببینیم. در اینجا همچنان ما میتونیم این را در منظره اکسیل خود ببینیم. در اینجا اندازه یک اندازه امکان داره و در ما در این طرفه که از امکان داره موجود باشه، اما اوقدر زیاد نیست. شما اگر اینجا متوجه شدید سیگنال سفید تر است نسبت به این قسمت که امکان نظر به مشکلی که مریض داره دلالت میکنه به مشکلی که در میدیال منیسک است و در مای داخل مفصلی است. میاییم سر پتیلا. پتیلا را از نظر جسم میتونیم به شکل جنبی ببینیم، میتونیم به شکل اکسیل ببینیم که در اینجا آیا کدام مشکل در خود سطح پتیلا موجود است یا نه، و همچنان میتونیم به شکل پتیلا را میتونیم از قسمت کرونال میتونیم به خوبی ببینیم. اگر درز باشه، اگر ترزیز در پتیلا باشه، امکان به وجود آمدن اودای مادهش است و همچنان اگر درز باشه بسیار به خوبی در تیک میتونیم به شکل زگنال پایان یا زگنال سیاهی را ما مشاهده کنیم. میاییم سر قسمت سطح مفصلی بین پتیل و فیمورال جاینت یا لگمنت که بسیار به خوبی دیده میشه. اینجا مفصله از پایان تا به با بالا همی شکل خاکستری رنگ را که ایجا اگر مبرتان نشان بدم که عبارت از اینمی ساختمانک است که در عقب استخوان قرار داره، سطح مفصلی است و ای را ما باید از سر تا آخر ببینیم که اگر پیش مریض اگر مستقیم ضربه در سر عینک زانو خورده باشه، امکان است که ای ساحه چون استخوان با استخوان میخوره سبب به وجود آمدن کاندرومالاسی یا مشکل در سطح غضروفی باشه که نشانه بسیار به خوبی میتونیم اینجا ببینیم اگر اودای ما موجود بود یا ای که اگر در این ساحه سیگنال تغییر کرده بود. این به اصطلاح تمام ساختمان‌های داخلی بود. میاییم در قسمت لیگمنت های کولاترال یا جنبی که به خوبی اگر شما ببینین اینجا یک ساختمان به اصطلاح تار مانند یا یک لگمنت مانند هست که از تیبیا به قسمت پایان فیمور میره وصل میشه و در بعض ای با بعض از اوتار عضلیه که در مربوط عضلات ران هست با او به اصطلاح ارتباط داره. میایم در قسمت لترال میبینیم که یک اندازه ای از نظر ساختمان است چون از چند وتر تشکیل شده در اینجا میتونه ساختمانش زگنالش تغییر کنه اما لبچر نداره، فرق به خاطر که اگر لبچر میداشت ساحه پونیده میبود و ساحه امی ارتباط یا کانتینیویتیت ما نمیتونستیم ببینیم. ای پیش ای مریضه که ما هم لگمنت کلاترال طرف میدیال و هم طرف لترال پیشان ثابت است. در اطراف منسکای ما اگر شما یک بار باز بریم به طرف منسک میدیال ببینیم، در اینجا ساختمانک های سیست مانند دیده میشه که عبارت از پارامنسکال سیست است که یه هم دلالت به این میکنه که پیش این مریض این لیژن در قسمت منسک طرف چپش موجود بود و این پارامنسکال سیست هایی است که میتونیم هم یک اندیکیتر خوب باشه برای ما که ما ببینیم که کدام طرف از یاد توجه کنیم. ای به صورت عموم امو طرز العمل دیدن مفصل زانو هست که
پیش هر مریض باید به یک شکل اجرا شود. همچنین ناگفتن هم باید گذاشت در این مریض یک اندازه و در ما در قسمت پایانتر از خود صابونک یا با اصطلاح عینک زانو موجود است و او هم در قسمت تحت الجلد که میتونیم به شکل سیگنال سفید اینجا بسیار خوبی ببینیم و در پی دی سیگنالش سیگنال سیاه تر میبینیم که اینجا هست در تی یک. البته اگر پیش مریض مشکل در استخوان بود و دیفارمیتی استخوان به وجود آمده بود، درس ها موجود بود و استخوان اگر شکسته هم بود، میتونیم از این سلسله یا از این سیکونس ها در او هم استفاده کنیم و تشریح خود کامل تر بسازیم. ای خدا کنه که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و بر دکتر صاحبا بخصوص دکتر صاحبا ارتوپیدی و کسایی که با مریضای تراما سر کار دارن یک اندازه معلومات برشان داده باشیم. پیش کسای پیر اگر باشه در او صورت امکان دیژنریشن است که دیژنریشن میتونه اولا نکتیز شدن سطح مفصلی را و کم شدن فاصله بین سطح مفصلی و شکل غیر به اصطلاح متساوی پیشان به وجود بیا، میتونه به وجود آمدن به اصطلاح استیوفیت ها باشه، دیژنریشن در سطح خود مفصل باشه، در سطح غضروفش باشه و یا ای که سبکاندرال سکلروز یا سخت شدن تحت کاندروز یا تحت غضروف که او تغییرات هم میتونیم ببینیم. همچنان دیفارمیتی و سوی شکلهای مختلف را هم در سطح مختلف یا در وقتی که پیش رفت کنه امکان به وجود آمدنش هست. تشکر از توجهتان. امکان از ای اگر باشه که ای را بخواین به دوستایتان، برای کسای دیگه دکتر صاحبا اگر طریق بسازین، هم به خودتان خواهد فایده بود و هم برای مریضا و به صورت عموم برای همگی به خاطر بلند بردن سطح دانش همگی کمک کنید، شریک بسازید با دیگران. تشکر از همه. خداحافظ.